متاسفانه امروز شاهد این موضوع هستیم که اکثر هم میران ما به دنبال راهی برای فرار از خانه و کاشانه خود هستند و به هر طریقی راضی به مهاجرت شدند قافل از اینکه نمیدونند چرا این را میخواهند مولانا به زیبایی نکاتی را عنوان کرده است که میتواند راهگشای این گونه افراد باشد سازگاری با محیط یکی از نشانه های یک شخصیت سالم و بهنجار است بی تردید آدمی برای آنکه زندگی را به کام خیش گوارا کند و طعم آسایش را حس کند ناچار است چشم خود را بر برخی آمور ببندد و بعضی مسائل را نادیده بگیرد و بدین گونه راه سازگاری را در پیش گیرد برخی افراد که به دلیل سازگاری نداشتند با جامعه محیط زندگی خیش را تیره و تار می‌بینند چاره کار را در فرار از محیط می‌بینند غافل از آنکه فرار از مشکلات بدترین شکل مبارزه با اون است و آدمی هر جا قدم بذارد باز هم آنجا را به طور کامل دلخواه و موافق میل خیش نخواهد دید مولانا درباره این نکته هشدار داده است و میگوید کسی که در حقیقت مشکلات او در درون اوست و نه در جهان بیرونی در واقع خود دشمن خیش است به هر جا که بگریزد و پناه ببرد همون آش است و همون کاسه خیلی جالب است که این گفته مولانا را شخصا از زبان خیلی از مهاجران ایرانی میشنوید ایرانیانی که بعد از سالها مهاجرت افسوس سالهایی از دست رفته را میخورند مولانا به درستی میگوید که رضایت و شادی از درون انسان سرچشمه میگیرد جا و مکان نمیتونه تأثیری بر آرامش شما داشته باشد پس حتی اگر قصد مهاجرت دارید اول درون خود را آباد کنید تا قادر باشید از مهاجرت خود لذت ببرید در غیر این صورت همه مشکلات را با خودتون میبرید و در جای دیگر رنج میکشید مولانا میگوید انسانی که از نظر اجتماعی رشد یافته به این نتیجه رسیده است که هرچه روابطش با دیگران بهتر و سالم تر باشد، میزان موفقیت و رضایتش بیشتر است. البته سازگاری با دیگران با خودبینی و خودمهوری جمع نمی شود. اگر انسان خود را از دیگران برتر بداند، هرگز نمی تواند روابط خوبی با آنان داشته باشد. نخستین و مهمترین گام برای برقراری یک رابطه خوب و سالم توجه به دیگران و ارزش قائل شدن برای آنهاست و این وقتی حاصل می شود که شخص از درگیری های درونی تا حدودی آسوده بوده و از سلامت روان برخوردار و به خود اعتماد داشته باشد. برخی انسانها همواره برای گرفتاری ها و عقب ماندگی دیگران را سرزنش می کنند و آنها را مقصر می دانند و هرگز خطاهای خود را نمی بینند. این گونه انسان ها که به دلیل تنبلی نداشتن تدبیر صحیح در زندگی جدی نگرفتن مسئولیت ها و افراد در تفریح و سرگرمی ها از بافله زندگی عقب ماندند و با نوعی شکست روبرو شدند به جای آن که عیب کار را در وجود خودشون پیدا کنند به فرافکانی روی آوردند و جامعه را مقصر اصلی می دانند و بار همه خطاهایی را که خود انجام دادند به دوش دیگران می گذارند بیخبر از آن که انسانهای بسیاری نیز هستند که با شرایطی مشابه با شرایط آنان و بلکه بدتر روبرو بودند و تنها به دلیل آن که اهل کار و تلاش بودند به قله موفقیت رسیدند. همین نکته بیانگر اون است که افراد باید ریشه عقب ماندگی را در خطاهایی که خود انجام دادند و در قفلت هایشون بیابند و دیگران را سرزنش نکنند. مولانا نیز با توجه به این حقیقت میگوید آدمی باید ریشه گرفتاری ها و بدبختی ها و شکست های خود را در وجود خیش بیابد نه در عملکرد دیگران پس فرافکنی نکنید فرافکنی یعنی انسان به جای آن که خود را مسئول عقب ماندگیش بداند دیگران و جامعه را عامل گرفتاری های خیش معرفی کند راه لذت از درون است نه از بیرون مولانا خوشی و لذت واقعی را برآمده از دل میداند و اینکه آدمی در صورتی می تواند از زندگی خیش لذت ببرد که قلب او با پرورش درست سرچشمه شادی و لذت شود. آدمی تنها در این صورت می تواند در همه لحظه های زندگی احساس لذت و شادمانی کند. چنین کسی به تعبیر مولانا بر اثر نگرش درست به جهان پیرامون خیش حتی در کنج زندان نیز شاد خواهد بود. شمس تبریزی در حکایتی میگوید عارفی را گفتند سر برابر و به آثار رحمت خدا نظر کن گفت اینها تنها آثار است اما گلها و لاله ها در دل است بنابراین لذت حقیقی در فراهم آوردن هرچه بیشتر ثروت های دنیوی و دل سپردن به لذت های مادی حاصل نخواهد شد بلکه سرچشمه لذت ها در درون آدمی نهفته است و بدون رضایتمندی قلبی حتی انبوهی از لذتهای مادی نیز برای آدمی خوشایند نخواهد بود. پس خوشیها و لذتهای حقیقی را باید در قلب خود بیابید. آدمی تنها در صورتی از داده های مادی خداوند لذت میبرد که قلبی راضی و خورسند داشته باشد. در نهایت نمیتوان گفت که مهاجرت بد است. اما این عمل زمانی خوب است که اول تو با خودت راضی و خوشحال باشی و دوم بدونی که دقیقا هدفت از مهاجرت چیست و برنامه مشخصی برای خودت داشته باشی. در غیر این صورت مهاجرت فقط به مشکلات و نارضایتی هایت اضافه می کند و زندگی رو برایت طاقت فرساتر. به امید روزی که همه ما از زندگی کوتاه خود راضی و خوشنود باشیم.